یکی از اوصاف خوبی که خداوند متعال از پیامبرانش و از بندگان خوبش به این اوصاف یاد کرده وصف انابته. انابت یعنی چه؟ که در قرآن مجید خداوند متعال وقتی از پیامبران گذشته سخن به میان می آورد آنها را صاحبان انابت می داند، منیب. و نیز وقتی خداوند متعال سخن از پند گرفتن، درس گرفتن، موعظه پذیری به میان می آورد می فرماید کسانی پند و اندرز می گیرند قابلیت هدایت و موعظه پذیری دارند که انابت داشته باشند. انابت یعنی بازگشت صادقانه به سوی الله، به این معنی که ما انسان ها با غفلت زیادی روبرو بودیم، شکی درش نیست. ما انسان ها خطاها، کوتاهی ها و لغزش های فراوانی داریم. الان می خواهیم انسان خوب باشیم، خداوند متعال هم بندگان خودش را ناامید نفرموده. هر فردی که از عملکرد گذشته خود پشیمان باشه، تجدید نظر کند، هر قدر هم که بار سنگین و گناه سنگین داشته باشه، به سوی خدا روی آورد، الله تبارک و تعالی او را میپذیرد به دربار خودش، به دربار خود راه میدهد او را. کافی است که این انسان اراده کنه و راه رسیدن به خدا را بپیماید. درسته که رسیدن به خدا بدون پیمودن راه صحیح امکان نداره. این که ما آرزو کنیم به خدا برسیم، به مجرد آرزو که انسان به خدا نمیرسه، باید راهش را بپیماید. و پیمودن این راه نیاز به بصیرت، بینش و آگاهی داره. پیمودن این راه که انسان را به خدا برسانه نیاز به شناسایی دشمن داره. مانعها را بشناسیم و دشمن را از پیش پای خود دور کنیم و موانع را یکی پس از دیگری از میان برداریم. اگر انسان با این دیدگاه به سوی الله روی آورد، به خدا میرسه، به خدا میرسد. چون رسیدن به خدا برای بندگان خدا امری محال و دست نیافتنی و ناممکن نیست. ناممکن نیست. همه می توانیم به خدا برسیم، چون پیامبران خدا به خدا رسیدن، بندگان خوب خدا به خدا رسیدن. من و شما هم می توانیم خوب باشیم و خدا برسیم. خداوند از حضرت ابراهیم النبی علیه الصلاة و السلام وقتی که سخن به میان می آورد و او را معرفی می کنه می فرماید ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. به درستی که حضرت ابراهیم خیلی بردبار بود در برابر جهالت، در برابر سفاهت، در برابر اساعه ادب که به او می شد بردبار بود، خیشتنداری داشت. دیگر چه صفاتی داشت؟ اواه، بسیار آه و ناله می کرد در محضر الله تا اینکه خدا او را بپذیره، خداوند متعال او را به دربار خودش راه دهد. نیاز به این تضرع و زاری و گریه هست. باید ملتمسانه از الله بخواهیم که خدا ما را به دربار خودش راه دهد. وقتی پیامبران خدا برای راه یافتن گریه و زاری میکردند، التماس میکردند، دست به دعای ممتد برمیداشتند، من و شما که از باب اولا، چون ما کارنامه خوبی نداریم، ما در پیشگاه خدا باید خیلی شرمنده و خجل باشیم. قلب هامون در اثر معصیت زنگ برآورده، ضمیرمون، فطرتمون سلامتی خود را از دست داده، بلکه به درجه ای از اعراض و رویگردانی رسیده ایم که الله تبارک و تعالی این دسته و این گروه از بندگان خودش را کور معرفی کرده.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما کمن هو اعما. آیا کسی که میدوند اون چیزی که از جانب الله بر تو نازل شده حق این قرآن و اون کسی که کوره با هم برابرن؟ آیا این دو با هم برابرن؟ هرگز برابر نیستن. لحلیم اواه منیب، صفت دیگر ابراهیم منیب، بازگشت کننده به سوی خدا. اصلا ابراهیم که از خدا روی نگردنده بود مثل من و شما، ابراهیم که به خدا پشت نداده بود، همیشه به سوی خدا روی داشت، توجه داشت، حرکت و گام برمی داشت. ولی منیب معناش اینی که همیشه این صفت همراه داشت و هر روز که می گذشت انابتش، روی آوردنش و توجهش به نسبت روزهای قبل بیشتر می شد. خدا از ما این می خواد. یکی از بزرگان می گوید اگر کسی امروزش از دیروزش بهتر باشه و فردایش هم از امروزش بهتر باشد مقبوطه. واقعا کسی که باید به حال او رشک برد. همه انسان ها دوست داشته باشند مثل او باشند، این انسان موفقه. و اگر برعکس امروزش از دیروزش بدتر و فردایش هم از امروزش بدتر باشه یا برابر باشه مغبونه، ضرر کرده، باید به طریق جبران بکنه. ابراهیم روز به روز که میگذشت شتابش، حرکتش، توجهش به سوی الله تبارک و تعالی بیشتر می بود. حضرت هود نبی علیه الصلاة و السلام چی میگوید؟ میگوید ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. به قوم خودش گفت ای قوم من، وقتی با مخالفت قوم خود روبرو شد، وقتی تصمیم گرفتن علیه او به فشار و آزار زائد الوصف بپردازن، او را برخورد فیزیکی با او داشته باشن، گفت که این اريد الا الاصلاح ما استطعت. خب منصفانه قضاوت کنید، من چیزی جز اصلاح نمیخواهم. جامعه ما اصلاح بشه، فکر ما عوض بشه، رفتار ما درست باشه، بنده خوب خدا باشیم. تمام هم من، دعوت من، مراجعه من همه برای اینه. این اريد الا الاصلاح ما توفیق الا بالله. توفیق من خودم از خودم چیزی ندارم، وظیفه من تبلیغه، رسوندنه، گفتنه. وظیفه همه من و شما، همه علما، همه اهل دین تبلیغ کردن و گفتنه. توفیق با خداست. این که گفته ما اثر بگذاره، این که جامعه ما تحت تأثیر قرار بگیره بپذیره. حضرت هود گفت ما توفیق الا بالله، توفیق من بستگی به اراده الله تبارک و تعالی دارد. علیه توکلت، بر خدا توکل دارم. برای این که به هدف برسیم همه ما باید بر الله توکل بکنیم. وقتی نیت ما خیره، وقتی ما میخواییم به سوی خدا حرکت بکنیم، وقتی میخواییم جامعه خودمون را به کمال برسونیم، باید این راه، راه ساده ای نیست، چون موانع زیاده، چون شیطان به این راحتی دست بردار نیست. انسانی که تجدید نظر با گذشته داشته باشد، دست از شرابخوری بکشه، دست از اعتیاد به مواد مخدر بکشه، دست از بینمازی و روزخاری بکشه، دست از فاصله گرفتن و قطع رابطه با مسجد بکشه، دست از اختلاف و اذیت و آزار بندگان خدا بکشه، بگوید من میخواهم انسان درست باشم، آدم حسابی باشم، فکر میکنید به این راحتی شیطان دست برداره؟ دست روی دست می نشینه؟ یک نیرویی که این همه روش کار کرده تا توانسته او را شکار بکنه، تا توانسته او را از مسجد بکشه، از جامعه بکشه، رو سخنش اثر بگذاره، رفتارش اثر بگذاره، نیتش اثر بگذاره، شیطان ولش بکنه؟ نه، این راه، راه پر پیچ و خمه، موانع زیاد داره. انسان باید همت داشته باشد. وقتی میخواهد به خدا برسه باید جدیت، تلاش، اراده قوی با شیطان مبارزه بکنه، با نفس اماره که راحت طلب، عافیت طلب، با نفس اماره خودش مبارزه بکنه، با همه موانع، با دوستان ناباب که جلوه او سبز میشوند،
و نمیخواهند که اصلاح بشه، دست از کارهای خلاف خودش، از اعتیاد و شرابخواری و ولنگاری و بیبندوباری برداره، دست از اونها بکشه، با اونها با اون دوستان خودش قطع رابطه بکنه. همه اینها همت زاید الوصف میطلبه، جهاد میخواهد. الذين جاهدوا فينا قران، میگه اونهایی که در راه ما جهاد کردن، جهاد با شیطان، جهاد با نفس، جهاد با همه این موانعی که پیش پای این انسان قرار داره، اگر در راه ما خداوند فرمود جهاد کردن، لنهدینهم سبلنا، ایشان را به راه خودمون هدایت میکنیم، خیلی راحت برسند به خداوند متعال. حضرت هود گفت که علیه توکلت، من در این راه سخت و دشوار بر الله توکل دارم، و الیه انیب، و به سوی او بازگشت دارم. حرکت من به سوی خداست، راه من مشخصه، راه همه ما باید مشخص باشه. چرا؟ چون غایت و هدف همه ما خدا باید باشه. و ان الی ربک المنتهی، قرآن میگه نهایت و غایت همه پروردگاره. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایها الانسان، قرآن میگه ای آدمی، انک کادح الی ربک کدحا، تو تلاش کننده ای به سوی پروردگار برای رسیدن به خدا. فملاقی، یقین بدان خدا را دیدار میکنیم. حالا که ما خدا را دیدار میکنیم، باید کارنامه خوب داشته باشیم، باید پرونده ایمون خوب باشه، باید نسبت به گذشته خودمون تجدید نظر داشته باشیم. این انسان به برکت انابت و بازگشت صادقانه به خداوند متعال، قدرت اندیشیدن و به حقیقت رسیدن و به پند و اندرز گرفتن به دست می آورد، توفیق به خدا رسیدن، پند و اندرز گرفتن، به حقیقت رسیدن تحصیل می کنه. چرا که خداوند متعال هم وعده داده است. در سوره غافر می فرماید تبصرتا و ذکرا لکل عبد منیب، اون چه گفته شد، بیان شد از آیات خدا، از نشانه های قدرت خدا، تبصره یعنی بینشه، و ذکر و تذکر و یاداوریه. برای چه کسانی؟ برای هر بنده ای که بازگشت کننده و روی آورنده به سوی خداوند متعاله. در سوره سبع باز هم خداوند متعال بعد از اینکه یک سری آیات خودش را بیان میکنه، میفرماید ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، اون چه گفته شد نشانه قدرت خداست، اما چه کسانی از این قدرت ایمانشون قوی میشه، دانش و بینش اونها تقویت میشه، هدایتشون واقعی میشه، چه کسانی؟ ان فی ذلک لکل آیه لکل عبد منیب، این نشانه است برای هر بنده ای که بازگشت کننده به سوی الله تبارک و تعالی باشد. خداوند متعال هر کس قصد انابت، نیت و اراده بازگشت به سوی خود الله داشته باشد، او را هدایت میکنه. چرا که قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من ینیب، بگو خداوند متعال هر کس را بخواهد گمراه میکنه و به سوی خود راهنمایی میکند، هر کس که بازگشت کننده به سوی الله تبارک و تعالی باشد. در آیه دیگر خداوند متعال به اهل انابت، به اونهایی که بازگشت به خدا دارن، اونهایی که نسبت به گذشته خودشون تجدید نظر میکنن، اونهایی که تصمیم میگیرن از این تاریخ عوض شوند، همه من و شما میتونیم این تصمیم تاریخی را برای سعادتمون، برای سربلندیمون، برای موفقیتمون اتخاذ کنیم. یک تصمیم تاریخی نیاز به اراده داره، نیاز به تصمیم قطعی داره، نیاز به توکل بر خداوند متعال داره، که خداوند متعال هم به اینها بشارت داده و فرموده و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که از پرستش طاغوت پرهیز کردن، دوری جستن، و انابوا الی ربهم، وقتی که از پرستش طاغوت انسان دوری میجوید، از طاغوت و طاغوت‌ها و طاغوت‌چه‌ها، طاغوت‌ها و طاغوت‌چه‌ها فاصله میگیره، یعنی میخواد به کجا بره، حالا راه پیدا کرده.
مقصد اصلی خود تشخیص داده، میداند به کجا برود، به چه سمت روی بیاورد. خدایی که او را تحویل میگیره، خدایی که انواع نعمت ها بر او داره، خدایی که گذشت کننده از خطا و لغزش های انسانه، خدایی که در برابر هر حسنه و خوبی چندین برابر اجر و ثواب میده. ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، اگر کار نیک انجام بدهد خدا اون را پرورش میده، چند برابر میکنه اجر و ثوابش و از پیش خودش به او اجر عظیم میدهد. یعنی این انسان با عمل خودش شاید سزاوار اون پاداش های عظیم نباشه، چون عمل ما به کجا میرسه؟ یؤتی من لدنه اجرا عظیما، خداوند متعال از جانب خودش به او اجر عظیم میدهد. کسانی که از پرستش طاغوت دوری جستن و انابوا الی ربهم، و به سوی خدا روی آوردن، خب لهم البشرا، خداوند متعال فرمود برای اونهاست مجدگانی، بهترین خبر خوش خداوند متعال به اونها میدهد که آینده اونها، مستقبل اونها خوبه، نه ترسی بر اونهاست نه بیمی بر اونها میباشد. انابت و بازگشت به سوی خدا عزیزان چند وجه و چند حالت داره. یک، انابت به معنای دست کشیدن از گناه. انسان مدتی غرق در گناهه، انواع گناهان مرتکب بوده، ناشکری خدا داشته، غفلت داشته، مخالفت و سرپیچی داشته، کفر، حتی کفریات به زبان آورده، نفاق و دروئی داشته، در چهره یک انسان درنده صفت بوده. خیلی داریم افرادی که در ظاهر یک انسانن، لباسشون، قیافشون، گفتارشون، و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی سخن میگن خیلی گوش میدهی به گفتارشون، خیلی شیرین و جذابه. اگر آنها را ببینی توجب و کج سامهم، ظاهرشون خیلی خوشت میاد ازشون، میگه به به، اگر انسان خوب هست و نیست اینه، اگر انسان مؤمن و صالح و درست کار هست اینه. ولی خدا میداند در دل او چی میگذره، در فکر او چی خطور میکنه، چه نقشه ای برای بندگان خدا داره، چه برنامه ای برای زیر پای افراد خالی کردن داره، چه توطئه علیه انسان ها داره. خدا میداند.